قدسیه شجازاده هستم، فارغ التحصیل دانشکده ژورنالیسم دانشگاه بلخ. من فعالیت های سیاسی من در واقع در همی 3-4 سال اخیر شروع کردم. 3 سال، شاید 3 سال درست تر باشه، زمانی که گفتگوهای قطر شروع شد. بیشتر از اون زمانی که گمان زنی ها بر این که قرار است دوباره طالبان برگردند و ترس و هراس و وحشتی که به جان همه ما افتاده بود، به جان من به عنوان یک دختر در افغانستان و به جان من، که من وقتی 3 سالم بود اولین بار وقت طالبان آمده بودن از محل و دهمون فراری شدیم به عنوان اقلیت قومی و اقلیت مذهبی، و داستانهایی که ظلمی که بر زنان گذشته بود او را فقط بعد از اینکه بزرگ شدم و در واقع رسانه ها و همه اینا که بازتاب داده بود دریافتم، و همچنین راویان محلی وقتی با ایشان صحبت میکردم. و فقط شروع کردیم و از او دوران بود که در واقع سعی کردیم تشکل‌هایی از زنان بسازیم، مخصوصا تشکل‌هایی از زنان که یک کثرتی درشان وجود داشته باشه. مثلا ما شبکه زنان مبارز افغانستان برای صلح را ساختیم که فعلا در اون زمان و بعدا دوباره صلح را پس گرفتیم و دیدیم که یک فریب بود. و شبکه زنان برای صلحی بود که ما صلح را می‌خوایم، ولی نه صلحی که قرار باشه طالب دوباره برگرده، طالب بیا شامل حکومت بشه و برای اریکه قدرت بنشینه. و اصلا آنچه که در مذاکرات قطر جریان داشت ما می‌خواستیم ایره سمت و سو بتیم و نقش زنان باید و در واقع زنان باید بحث زنان باید مستقلانه در اون مذاکرات در موردش بحث میشد، نه به عنوان زن، به عنوان سوژه زن که در مقابل یک گروه تروریستی بنیادگرای ضد زن به تمام معنا. چون ما فکر میکردیم و باورمون درست بود که طالب بیشتر از هر چیزی دشمن اولیه زن است. ولی خب در اون زمان تصوراتی بود، یادم است که مصاحباتی هم که انجام دادم تصوراتی بود که گاهی وقت خود فکر میکردن که طالب بیه در شاید طالب خیلی که بد پیش بوره، اصلا قرار نیست تاریخ سالهای 1996 و 1998 تکرار شود، دوره اولیه که طالب آمد زن را در استادیوم کشت و او قتل عام و او داستانهای وحشتناک که در مزار شریف مخصوصا رخ داد. از اون دوره که ما شبکه سازی رو شروع کردیم، من تانستم با تعداد کثیری از در واقع زنان فعال آشنا شوم، تا حدودی که بعدش رسید به مرزهای مثلا زنان فعال در ایران ما ارتباط داشتیم و در ارتباط بودیم در تمامی وضعیت بحرانی، که در واقع اولین بار که ما به شخص با تعدادی از دختران که تجربه شده رو میخوایم فقط قصه وار بگویم، این است که رفتیم به خیابان. اولین بار در 13 است، شب 13 آگوست بود که فکر کنم همون شب بود یا صبحش مزار سقوط کرد. و ما دوره کار ما که بود نه حمایت از اون نظام بود، در واقع نه حمایت از اون حکومت فاسد ساخته شده واهی بود، نه به خاطر که چون ما مقابل طالبیم در واقع بخواییم او حکومت ازش حمایت بکنیم. ما در اونجا کاری که میکردیم ولایات یک به یک سقوط میکرد و ما چیزی را که میخواستیم بکنیم برای عنوان یک گروهی از بیداری را بگویم که حکومت خودش نقش داره. مثلا اولی که ما با پدیده مثل سقوط ولایات اصلا باورمند نبودیم. اون تعدادی از زنان در واقع تعدادی از زنان با زنان فعال ما شبانه و در واقع زنان با چپی که ما رفتیم و تعدادی از مردان ما رفتیم به خیابان ها و شعارهای مبنی بر این که ولایات سقوط نکرد، ولایات معامله شد و شعار نانکار آزادی، شعار
شعار مثل از این که حاکمان، طالبان، قاتلان مردم را نوشتیم و فکر میکنم در جای کابل هنوز این شعارها هست نوشته شده با تمام ناامیدی، ولی به خاطر از این که میتونستیم در او یعنی اکشنی انجام داده بودیم باز حس آزادی داشتیم، چون که درست اونا آمده بودن ولی ما داشتیم عملی آزادانه را انجام میدادیم. و بعدش اولین بار 4 تا از زنان کابل بود که در زمانی که طالبان آمده بودن و مردان جرأت نمیکردن به خیابان برن و سرک برن، تمام کابل مسازی شده بود که پشه پر نمیزد، همه ترسیده بود، همه هراسیده بود. 4 تا از زنان کابل اینا رفتن در جایی و اعتراض کردن و گفتن ما حقوق بر حق ما رو میخوایم. بعد از این ای بسیار چی بود؟ این بسیار شوکه‌دهنده بود، ولی بسیار چون تعدادش کم بود ولی عملی که انجام داده بود بسیار بسیار چیزی بود که یک دفعه جایی که مردان نتونسته بودن، یعنی همه ترسیده بودن، همه تمام، بعد اینا جرأت کرده بودن رفتن به عنوان زن و او را هم رفته بودن به خیابان و داشتن همون که امروز روز تو به خیابان میرفتی خودش یک در واقع یک انقلاب بود. خود زن که خودش فیزیک خود نشان میداد به عنوان یک از خانه از درون می آمد به برون، خود از یک اعتراض چه برسد به یک چنین کار انجام شد. بعد از اون زنان هرات ولی در شکل کتله منسجمتری بزرگتری اینا شروع کردن و زنان هرات بود که اولین بار شعار نترسید ما همه با هم هستیم را سر دادن و اعلامیه صادر کردن و قطعنامه صادر کردن. و بعد در همصدایی با اونا زنان کابل پیوست، بعد زنان مزار پیوست که در مزار یادم است که امو دوره ما وقت شب نویسی کردیم بعد از اینکه طالبان آمد، بعد به دلایل امنیتی خب فرار کردیم، آمدیم دوباره به مزار و مزار بودن بعد از بودن 3 روز بعد از اینکه به مزار آمدیم با دخترها، وقتی که با دخترهای مزار در ارتباط شدم و اونا رو گفتم که چه خبر است، دختران هرات صدایشان رو بلند کردن در همصدایی ازی باید چه باید بکنیم، همه هستین نیستین، و دیدم که اتفاقا کتله های عظیم از دخترهای مزار پارت با اول خب یک تعداد کوچکی از دوستانی که میشناختم که در دقیقه من بودن رو پیدا کردم و اینو اعلام حضور کردن، ولی بعد از این مثلا در روز دوم متوجه شدم که تعداد کتله ها فقط کوچک ولی متکثر، اینا هر کدامش مثلا این چی را دارن که برن به خیابان و هی مدام در حال تنظیمات هستن و منتظر هستن و سعی میکنن که اولین چیزی که ما در مزار یافتم که این بود که زنان چون انتظار از این رو داشتن که زنان مزار به گونه بسیار بسیار یک کتله عظیم خیلی عظیم‌تر از اون چیزی که رخ داد برن به خیابان، ولی اینا پارت پارت از هم جدا بودن و نشدن، ولی در اون دوران ما به عنوان یکی از تنظیمگران خیلی عجول بودم برای ازی که میگفتم زمان برای ما بسیار در واقع چیه و هر روز داره، هر ساعتی که میگذره فشارها بیشتر میشه، قدرت بیشتر میشه، ما باید امیال دست به عمل بزنیم، امیال باید بریم. تنها چیز پوینتی که برای حالا که به گذشته فکر میکنم برای اعتراض دختران مزار رخ دادی بود که از شانس ما 2 تا خبرنگار خارجی اونجا آمده بود، حضور داشت، ولی او خبرنگارهای خارجی هم در جریان کار ما نبودن، اونا آمده بودن نمیدونم یک بررسی دو خبرنگارهای خارجی زیاد آمده بود در اولین بار وقت طالبان آمده بود. بعد اینا یعنی حضور از اونا باعث امنیت ما شده بود تا حدودی، ولی در وهله اولی که ما شروع کردیم اعتراضمون را، اینا تعداد خبرنگاران محلی را گرفتن، اینا را تهدید به مرگ کردن و اینا را از ما جدا کردن، یعنی ما به عملا مانده بودیم، ما کل امید ما نمی بود که تا خبرنگار باشه، اگر ما کشته شویم، اگر ما زندانی شویم، اگر ما هر چیزی شویم، این باید تا زمانی که در واقع این
انعکاس پیدا نکنه کار ما، عمل ما هیچ حساب نمیشه. چون کار دیگه ای که ما میخواستیم بکنیم یه که با حضورمون در خیابان همی و اینمی عملا اینمی شعار نترسید ما همه با هم هستیم، در واقع همه بعدش کنار ما جمع شود و در واقع این ترس بشکنه، مخصوصا برای مردم مزار که مزار تصویر وحشتناک از طالب داشت. ما نتیجه ای را که میخواستیم این بود که اولی که این ترس بشکنه در میان مردم و حتی در واقع یک جور ای که وقتی تو به عنوان در جامعه سنتی افغانستان که بالاخره زن به عنوان جنس شجاع چی محسوب نمیشه و تو وقتی میری به خیابان اولی که خودت نشان میدی و دیدگاه را میخوای تغییر بدی حتی در میان مردم و ای که دیگه یک چیزی میشه که در واقع مردانم به خیابان بیایه، مردانی که ناراضی است به این حکومت. و چیز دیگه ای که بود، مسئله دیگه ای که برای ما بسیار مهم بود که ما فکر میکردیم که در نهایت مثلا ما فکر میکردیم که اگر هیچ کدام از اینا نشود، اگر کتله بسیار عظیمی بعد از ما نیاید خیابان، اگر ما حتی ما را با چیز دیگه ای را که ما فکر میکردیم میگفتیم که طالب هر گونه برخوردی که با ما بکنه، مثلا ما که میرفتم میگفتم طالب اگر من شلاق میزنم، من شلاق جهل را میخورم و روی طالب هم سیاه میشه، چون ما قراره ای رسانه ای بکنیم، چون او تصویر دروغی که از طالبان ساختن او آشکار میشه. و مسئله دیگه ای بود که هیچ کدام از اینا نشوه، خود اعتراض چه در کتله کوچکته، این در واقع ایجاد و شروع یک گفتمان است، ایجاد آگاهی است، تو آگاهی ایجاد میکنی. تعدادی رفتن و دارن نمیگن، به چی نمیگن، چرا نمیگن، خواست اینا چی است، خواست اینا بر حق است نیست، تو در واقع سعی میکنی در میان مردم در بطن جامعه گفتمان آغاز بکنی و آگاهی بتی. و یک راهی از برای ما اعتراض، برای ما همچنان چیزی بود آگاهی برای مردم، به جدای از اینکه ما بخواییم از طالب انتظاری از این داشته باشیم که چی کار میخواه بکنه. بعد مسئله آگاهی دادن برای مردم بود. و مسئله دیگه ای بود که ما میخواستیم که در واقع طالبان مشروعیت کسب نکنه، مشروعیت سیاسی را کسب نکنه. خب ما تصوری از این که به خیابان میریم و بعدش چه اتفاق میفته، خب تصوری از این را داشتیم که طالبان چگونه قراره با ما برخورد بکنه، غیر از مسئله که شاید قبل از او خود من می تصور نداشتم که ما تا او زمان بهترین تصوری که از طالب داشتیم این بود که طالب ممکنه خب در نهایت رگبارمون کنه، یعنی در واقع ما رو بکشه، نمیدانم زندانی بکنه، شکنجه بکنه، ولی ما هیچ وقت تصوری از این که طالب میتونه به عنوان متجاوز عمل کنه و تجاوز کنه چین تصویری. خب این یک تصور اشتباه به خاطر خود امی مذاکرات قطر بود، به خاطر تبلیغات تقریبا دو ساله ای که در رسانه ها بودجه های بسیار کلانی مصرف می شد برای اینکه نشان بده طالبان منعطف شده، طالبان تغییر کرده، صلح خوب است و صلح هم یعنی که با طالب، یعنی با کسی که خون تو رو ریخته، کسی که با جنایتکار دست دادن بود صلح. بابت از اطلاعات غلط که به خورد مردم داده بود، از اون خاطر حتی در ابتدا وقتی که مسئله دختران مزار بیرون شد و اینکه چه بر دختران مزار گذشت، خیلی ها حتی باورشان نمیشد که مثلا طالب چنین کاری کرده باشد. طالب به عنوان قاتل شناخته شده بود، طالب به عنوان در واقع شکنجهگر توری، ولی به عنوان متجاوزی که تجاوز کنه بر جسم و بدن زن
ای نبود. و بعدش ما متوجه شدیم، خب تا خود بعد از اون مال شما میبینین که خیلی از ملاهای کلان طالب دارن همین مسئله رو میگن که به طور واضح در میدیا میگه که خب اولی که زنی که اعتراض میکنه و به عنوان زن ملحد، زن ناشزه و زن بدکاره و فاحشه شناخته میشه و اینا با این تعریفی که از این زن دارن طبق شریعتی که طالب تعریف میکنه، اینا حق دارن که از اینا به عنوان در واقع از اینا استفاده جنسی بکنن. این حق برشون به طور شرعی دارم میبینیم که فعلا تمام مولوی هایشون این را تبلیغ میکنه که یک میتونید تو با از یک زن ناشزه ملحد اینطوری، و مخصوصا وقتی که تو در مقابل حکومت اسلامی امارت وقتی تو صدا بلند میکنی تو از در واقع از دین خارج میشی. در 9 سپتامبر وقتی دختران تعدادی از دختران و پسران اعتراض کردند با مسئله ای که در واقع بیشتر اعتراضشان بر همین بود که در اون زمان در پنجشیر بمباران میشد و اینا اعتراض کرده بودند به عنوان از اینکه در واقع سعی کنند یک راه مصالحه و کم کنید کشتار نکشید، در واقع چیزشان همی بود که برادر مسلمان را نکشید و اعتراض اینطوری بود و در واقع تعدادی از زنان و مردان اعتراض کرده بودن و مسئله زنان بود و مسئله هم زنان هم مسئله ای که نباید این کشت و کشتار ادامه پیدا بکنه چون در اون زمان به طور فاجعه باری داشتن به قتل عام میکردن و در اون زمان بود که تعدادی از دختران و پسران دستگیر شدند و اینا به مدت طولانی در واقع در زندان بودند، اینا شکنجه شدند، اینا مورد تجاوز واقع شدند آنچنان که راویانشان میگن و اینا تعدادی از اینا حتی بعد از رهایی توسط خانواده‌اش به خاطر از اینکه به قتل رسیدن، به خاطر از اینکه در واقع وقتی که دختری زندانی میشه وقتی او در زندان طالب میره در واقع این عزت او خانواده ازش گرفته میشه چنانچه که در تعریف جامعه سنتی عزت خانواده همون تو که میگن ناموس زن قانون و ناموس خانواده است و وقتی که این اتفاق میفته در واقع این لکه ننگ را فقط با حذفش میخواین که پاک بکنن. اینطوری بود که تعداد کثیری از دختران و بعد از اینکه من به ایران فراری شدم اطلاعات دریافت کردم که یکی از این دختران حدوداً 4 ماه باردار بود پس از رهایی ولی ما نتونستیم بعدش بهش ارتباط برقرار بکنیم به خاطر که خود ازام در وضعیت وقتی چنین ظلمای صورت میگیره اولش اینه که متاسفانه در جامعه سنتی افغانستان مظلوم همیشه ظالم دست بالاتری را داره و مظلوم همیشه وقتی سر تو ظلم صورت میگیره یک جور یعنی تو حیثیت از استادی بی حرمت شدی تا جایی که یادم است که خیلی ها میگفتن که نره و بخیابان چون هیچ کی نشه همی که شلاق طالب بخوری همی که طالب دستی به تو بزنه نمیفهم با شلاق بزنه با سیلی بزنه بی حرمت میشی، یعنی این یک تعریف دیگه بسیار بدی که وجود داشت و این مسئله را برای زنان دشوار کرده بود. فعلا وضعیتی که رخ داده تا حدودی برای ما
برای ما یک درگاه امید را باز کرده. هر روز اینا هرچند میخواهند که زنان را، 2 سال متواتر است که زنان به خیابان میره با او خفقان، با همه ای ترس ها، با گرفتن اعترافات اجباری، با وحشتی که طالب داره، با تمام اینا، با تمام هیچی زنان را در واقع نتانسته که کاملا خاموش بکنن. هر بار دختران میرن به خیابان و هر بار اعتراض میکنن و ای داره تکثیر شده میره و در واقع گسترش میافه. و چنانچه که ما انتظار از ایره داشتیم که ای حرکتی باشه که شروع شده و فقط زمانی ختم شود که زمانی که حکومت سقوط کنه، زمانی ختم شود، زمانی که ای کتله ها هر روز بزرگتر شود و تعدادشان گسترش پیدا بکنه. و فعلا فکر میکنم که چنین اتفاقی افتاده و این تنها روزنه امید برای همه مردم افغانستان است.